آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سومین روز سفر خود به اروپا با مقام‌های ارشد مولداوی دیدار کرد. این سفر در میانه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و با هدف تاکید دوباره بر حمایت واشنگتن از کشورهای اروپایی انجام شده. شنبه شب هم رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با همتای اوکراینی خود وعده افزایش کمک رسانی به این کشور را داد. فرهاد پولادی همکارم از کاخ سفید با ما هست. وزیر خارجه آمریکا لطفاً بگو که در مولداوی چه مسائلی رو مطرح کرد، ضمن اینکه به اقدام کاخ سفید هم اشاره میشه. بله، آقای آنتونی بلینکن وعده کمک‌های بیشتر رو به این کشور داد، کشوری که در مرز در غرب اوکراین قرار داره و تاکنون 250 هزار پناهجوی اوکراینی رو پذیرش کرده. از نظر اقتصادی یکی از پایین‌ترین آمار را در اروپا داره. آقای بلینکن در این کنفرانس خبری که داشتش اونجا گفتش که آمریکا از درخواست پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا استقبال میکنه. I of course can't speak for the European Union, but I can say that we very much support. البته من نمیتوانم به جای اتحادیه اروپا صحبت کنم، اما میتوانم بگویم که ما از آرمان‌های اروپایی مولداوی بسیار حمایت میکنیم و از کاری که در این راستا انجام میشود استقبال میکنیم. این خاص مردم مولداوی است و ما از پیگیری روابط نزدیکتر و همگرایی بیشتر استقبال میکنیم. خب، با توجه به اینکه درخواست آقای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر این که کشورهای ناتو و آمریکا پرواز ممنوع بر فراز حریم هوایی کشورش ایجاد کنند، امروز آقای بلینکن پاسخ دیگری داشتش برای اوکراینی ها و اینی که ارائه جنگنده ها رو به این کشور. As we get that assessment. در چارچوب ارزیابی‌های روزانه ما در حال بررسی این هستیم که ببینیم ما و متحدان و شرکایمان چه چیزی می‌توانیم ارائه بدهیم. ما اکنون به طور فعال در حال بررسی هواپیماهایی هستیم که لهستان ممکن است در اختیار اوکراین قرار دهد و در صورتی که لهستان تصمیم به تامین این هواپیماها بگیرد چگونه می‌توانیم آنها را جایگزین کنیم. خب، سه مطلب دیگه در رابطه با آقای آنتونی بلینکن قبل از پرداختن به وضعیت کاخ سفید و اون اینکه آقای آنتونی بلینکن قرار است فردا دیداری داشته باشه با وزیر خارجه اسرائیل، که روز گذشته نخست وزیر اسرائیل دیدار سرزده‌ای داشتش از روسیه. همچنین قرار پس از دیدارش با کشورهای بالتیک با ایمانوئل مکرون هم دیدار داشته باشه و امروز در برنامه یک شنبه صبح آمریکا اعلام کردش که آمریکا و به همراه غرب در حال جمع‌آوری مستنداتی هستن در رابطه با جنایت جنگی که روسیه مرتکب میشه. و اما آقای بایدن شب گذشته تماسی داشت با آقای زلنسکی، درباره 4 محور صحبت کردن. اول اینکه آمریکا استقبال کرد از اینی که ویزا و مسترکارد دو تا کارت اعتباری فعالیتشون رو در روسیه منتفی کردن. همچنین آقای بلینکن قول داد با آقای زلنسکی که از کنگره کمک مالی بیشتری برای اوکراین بگیره و همچنین قدردانی کرد از کارهایی که اوکراینی‌ها در برابر روس‌ها برای نیروگاه‌های اتمیشون انجام میدن و هر دو روز آمد شدن در رابطه با مذاکراتی که روسیه و اوکراین انجام میدن. و فرهاد، روسیه چه موضع‌گیری و اقدامی داشته؟ بله، آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در فهرست تحریم‌های آمریکا هستش، امروز تماسی داشته با آقای اردوغان و در این تماس به گفته کرملین آقای پوتین به همتای ترکش گفته که این اوکراینی‌ها هستند که باید مقاومت رو کنار بگذارن و در برابر همه خواسته های روسیه تمکین کنن. در این صورت است که جنگ متوقف میشه. پیام؟ ممنون از تو همکارم فرهاد پولادی از کاخ سفید.